عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم نه طاعت میپذیرفتم نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده پاره پاره در کف زاهد نمایان صبحه صد دانه میکردم. عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی سامان هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو آواره و دیوانه می کردم. هفته گذشته دوستداران شعر و ادب مقدم یکی از برجسته‌ترین شعرای معاصر استاد معینی کرمانشاهی را گرامی داشتند. در یک دیدار پرشور و هیجان شرکت کنندگانی که فقط با ترانه‌های این شاعر مردمی و حماسه‌سرا آشنا بودند با شنیدن افتخارآمیزترین اثر هنری او که شاهکار نام دارد با چهره دیگری از معینی کرمانشاهی روبرو شدند. معینی کرمانشاهی از 4 سال پیش تا امروز به سرودن اثری مشغول گردیده که افتخارآمیزترین کار هنری اوست. شاعر خانمانسوز بود آتش آهی گاهی نالهی می شکند پشت سپاهی گاهی تاریخ ایران را پس از دوره ساسانی تا عصر حاضر مو به مو به نصب کشیده. تواضع معینی کرمانشاهی ذره ای از اعتقاد حاضرین حساب تبحر او نکاست. جدا از اشعار زیبا و غرورآفرین، معینی کرمانشاهی از نادر شعرایی است که اشعارش را به همان زیبایی که شایسته آثارش هست دکلمه می کند. دیدار خاطرانگیز شاعر و مردم با تقدیم یک لوحه سپاس که از سوی ایرانیان این ایالت به او تقدیم شد به همراه ابراز احساسات دوستدارانش که اشک شوق بر دیده داشتند به پایان رسید. مژده‌ای داریم برای آن دسته از ایرانیانی که موفق به دیدار معینی کرمانشاهی نگردیدند. علاوه بر بخشی از اشعارش که امشب از نظر شما خواهد گذشت، در آینده منتخبی از بخش‌های دیگر این دیدار ادبی را به شما تقدیم خواهیم کرد. با تشکر از آقای معینی کرمانشاهی، خانم نوشین و آقای فرهاد معینی کرمانشاهی، خانه ایران و کانون اندیشه که این دیدار را ممکن ساختند، نظر شما را به مطالبی از خانم دکتر طالقانی که در حاشیه این دیدار ایراد شده جلب می‌کنیم. سلام بر بینندگان ارجمند. هفته گذشته یک شنبه 6 دسامبر ما جلسه بسیار پرشور و زیبایی داشتیم به همت اداره مطالعات خاورمیانه، کانون اندیشه و خانه ایران برای بزرگداشت آقای معینی کرمانشاهی شاعر عالی قدر ایران جلسه تشکیل داده بودند که عده کثیری از دوستداران فرهنگ و ادب ایران در آن جلسه حضور داشتند. علاوه بر زیارت دوستان که در آنجا همه جمع بودند، به قدر این جلسه با شور و هیجان بود که واقعا فکر بکنم همه رو مثل خود من تحت تاثیر قرار داده بود. آقای معینی کرمانشاهی از جوانی به نقاشی، ترانه سرایی و عرض کنم که غزل سرایی انواع اقسام قالب های شعری شعر می گفتن، ولی اون چرا که اون شب عرضه کردن به ما واقعا اعجاب انگیز بود، واقعا هیجان انگیز بود. ایشون تاریخ ایران را از اواخر سال ساسانیان که نشون بودن به چه علت ایران مغلوب عرب می شدن
و سپس بعد از اسلام رو تا گویا فکر میکنم تا اول سلسله از پادشاهی نادرشاه به رشته نظم در آوردم. و برای اینکه خلاصه ای از اونچه که تهیه کردن به سمع حضار برسونن، سه قسمت یا چهار قسمت رو به طور خلاصه ارائه دادن. و چیزی که باعث اعجاب بود مثل این بود که این شاعر تمام صحنه‌های تاریخ، صحنه‌های هیجان‌انگیز، حماسی تاریخ رو دقیق و زیبا نقاشی کرده و این نقاشی اینقدر زنده بود که با گفتار بسیار شیوا و برانی که ایشون قطعات رو می‌خواندن، من شخصا واقعا در محضر سلطان محمود غزنوی در دربار اونجا حضور یافتم، یعنی با اشعار شیوا و زنده ایشون، و شاهد برتری فردوسی شاعر ملی ایران بودم که چطور شعرای دیگر فقط برای نان و آب و از دیگ و دیگدان طلا ساختن، سلطان محمود رو مدح می‌کردن. و وقتی که فردوسی زبان به شعر گشود، همش ایران و ایران دوستی و شجاعت و سر دادن و جان دادن برای وطن بود. و به اون شعر تکه میکرد: چو ایران نباشد تن من مباد. و باور کن اصلا بو به تن من راست شد بود، انقدر این اشعار رو قشنگ و زیبا و چقدر زیبا و با هیجان میخوندن که واقعا ما ناظر صحنه بودیم. بعد از اون منظره هنرنمایی و شجاعت یکی دیگری از سلسله های رو شرح دادن که چطور یک پادشاه که همه چیز شاید دست داده بود، یک تنه با چه قشون جنگید و بالاخره جان و مال و خودش رو فدای این کرد که خودش رو به دست دشمن نده. و این جانبازی و وطن دوستی رو به انسان واقعا تلقین میکرد و همونجا انسان دلش میخواست بلند شه به یک کاری برای وطنش بکنه. و سپس داستان راجب شاه منصور که در اواخر زندگی حافظ بود صحبت کردن راجب شاه منصور که پادشاه بسیار خوب بوده. اتفاقا حافظم یک بیتی من ازش دارم که میگوید: بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. و گویا پادشاه خیلی عادل و چیزی بوده، ولی روزگار باهاش خوب نبوده و تیمور حمله میکنه به شیراز. و چه جور شجاعت و هنرمندی و مردانگی این مرد رو که یک تنه با تیمور جنگید، چقدر قشنگ اینو جلوه میدادن، درست مثل اینکه انسان در صحنه این جنگ بود. و باید گفت که ایشون علاوه بر اینکه ترانه سرا هستن، غزل های بسیار زیبایی که دوتا از اونها رو خوندن گفتن، ولی با این کارشون که تاریخ ایران را بعد از اسلام و قسمتی از اواخری که علل شکست ایران رو نشون میده سرودن، تاریخ ایران رو به نحوه بسیار زیبا و شیوا و رسا و ساده بیان کردن که هر یکی رو واقعا تهیج میشه. و میشه گفت که اگر ما یک فردوسی در قرن چهارم داشتیم، امروز در اواخر قرن، در قرن بیستم، ما شاعری بدین توانایی داریم و خدا کنه که بهشون قدرت بیشتری داده باشه که بتونن تمام این تاریخ رو تمام بکنن. و من از ایشون انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودم که عاجزانه تقاضا کردم صبر نکنن که تمام شه، تکه تکه این رو چاپ کنن و در اختیار ما بذارن. که شنیدم یک سی دی هایی رو مثل که تهیه کردن که انشالله به زودی به دست ما برسه و شما بخوانید و بگیرید و بخوانید و گوش بدید و قضاوت کنید و شما هم با من هم صدا خواهید بود. خدای الهی که چنین افرادی رو همیشه برای ما زنده نگه دارن که اینا سرمایه های معنوی و ملی ما هستن. در اون تیر درگاه شاعر فریب به هم در نشستند جمعی ادیب، مدایح ز جنگ و ظفرهاش بود، چه تمجیدها از سراپاش بود. یکی از ملک خواند ذات ملک، یکی خواند عرشی
صفات ملک. پر از شاعران گشت دربار او، به صد مد گنجید پیکار او. یکی سور ساتی به آزی رو بود، یکی از عیازش نیازی رو بود. ولی یک تن از چام پردازها، برون شد ز جمع زبان بازها. ره گنبد روزگارون گرفت، به کف خامه از عشق ایران گرفت. سری سوی دیرین ایام کرد، دل دردمند خود آرام کرد. ستم را چو در طبع تازی بدید، در اسطوره ضحاک را آفرید. که تازی به کار ستم آن شود، که دوشش پرستار ماران شود. که مغز جوانان برون آورد، که از بین نسل جوان را برد. چو بر نقش ترکان نگاهش فتاد، ز ایران زمین گفت و مردان راد. که اینان نگهبان ایران شدند، شدند آن چه با نام یزدان شدند. که ایران دیرین یزدان شناس، به بتخانه هرگز نبودش سپاه. که ایران کهن مهد توحید بود، که هر جلوه می دید از این دید بود. سخن گستر طوس داد این پیام، در آن عهد تاریک بر خاص عام. که اهریمنان هر زمان بشنوند، که ایران کشان کشته باید شوند. ولی شاه صفاک غزنی نبود، چنان کس که گفتی اشارت شنود. از او انتظار سنا شاه داشت، چه بیهوده چشمی بر این راه داشت. کسی کوز توحید گفت این سخن، که بهر تبرک گزیدمش من. خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای هرچه هستی تویی. دگر سوی محمود ها چون رود، گر از قلب رنجور او خون رود. چه جای سپاس از چنان خود پرست، که خواهد زبون فکر عشاق ماست. ندانیم معیار آن دوره چیست، که این گونه مردان ندانند کیست. خدا را زمان ناشناسی ببین، ز دیندارها ناسپاسی ببین. که آن دم که فردوسی آمد وجود، سر خلق نامد چرا بر سجود. که یارب به لطفت ستایش زماست، به نور عطایت نیایش زماست. که این درد و مهنت چو دیدی زما، رسول سخن آفریدی زما. گر از آدمی در سخن کس کس است،
جهان را همین یک سخنور بس است. شما ای عزیزان من، شما ای عزیزان من، هر سفر که دارید هر سوی گیتی گذر، اگر برگ نام و نشان خواستند، وگر حد مال و توان خواستند، سرآغاز شهنامه را وا کنید، اشارت بر این خط رخشا کنید، چو ایران نباشد تن من مباد. دست‌ها برای ایران بود. این دست‌ها برای ایران بود. سرآغاز شهنامه را وا کنید، اشارت بر این خط رخشا کنید، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. به هر سوی گیتی فتد راهتون، به آنان بگویید با هر زبان، کدامین سخنور چو شعری سرود، به عشق وطن این چنین گفته بود، سراسر همه تن به کشتن دهیم، از آن به که میهن به دشمن. بگویید از این خاک من آمدم، در زندگی را در اینجا زدم، که شهنامه نام و نشان من است، زبان شریفش زبان من است. بگویید هن این شناساییم، به هر جا که فردوسی آنجاییم. زمانی به خود